Bismillah, alhamdulillah, wa salatu wa salamu ala rasulullah, amma ba'd, wa salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. پنجم باطل کردن دلیل کسی که میگوید شرک در این امت یا در جزیره واقع نمی شود. یک باب است. باب اندر این که بعضی این امت بت‌ها را می پرستند. مؤلف این باب را برای باطل کردن حجت کسی که میگوید شرک در این امت واقع نمی شود، زیرا امت از آن نگه داشته شده است. از روی فرموده پیامبر صلی الله علیه و سلم شیطان ناامید شد که او را نمازگزاران در جزیره عرب بپرستند ذکر کرد. جواب برای شبهه آنان مختصرا این است که این از پیروی متشابه است و ترک کردن حجت محکم و جواب مفصل. یکم، خبر دادن با ناامید شدن شیطان در واقع نشدن آن دلالت نمی کند. دوم، از نمازگزاران ناامید شد و از غیر نمازگزاران ناامید نشد و نمازگزار یکتا پرست است. سوم، این فهم برای حجت های قرآن و سنت را مخالفت می کند. چهارم، صحابگان رضی الله عنهم با مرتدها در جزیره به خاطر شرکشان جنگیدند. پنجم، واقع برخلاف این شهادت می دهد. پس مثلا ذبح برای غیر الله را در جزیره می بینید. ششم، در قلب شیطان واقع شد و او گمراه کردن فرزند آدم را تک نکرد. هفتم، این وقت واقع شد که فتح ها بسیار شد و مردم در دین الله گروه گروه در آمدند. هشتم، عالمان اشیاء را ذکر کردند که مرد به سبب آن مرتد می شود و اگرچه در جزیره باشد. کسی ادعا کند که مسیلمه پیامبر است پس کافر می شود و شهادت او را فایده نمی دهد، پس چگونه از کسی که تیجانی و غیرش را به مرتبه جبار آسمان ها می بردارد آیا به سبب این کافر نمی شود؟ این از عجیبترین عجب هاست. و چی آوردن مؤلف آید را برای این باب چیست؟ پس در آن دلیل بر آن چی خواسته است نیست، مقصد بیان نمی شود مگر به حدیث ابو سعید. پس آیت ها پر موافق باب می باشد. دلیل اول و دوم، آیا ندیدی کسی را که بهره از کتاب آسمانی به آنان داده شدند؟ به جبت یعنی بود و سهر و طاغوت یعنی خدایان دروغین ایمان می آرند. دوم، به فرموده او بگو ای پیامبر، آیا شما را خبر دهم که کدام قوم را نزد الله بدترین پاداش است؟ کسانی که الله بر آنها لعنت و غضب کرده و بعضی از آنان را میمون و خوک گردانید و کسی که معبود باطل را پرستید. فرمود که آیا ندیدید، یعنی سؤال برای بیان و تعجب است به هر کسی که خطاب به وی درست می باشد. فرمود داده شدند، یعنی به همه کتاب به آنان داده نشد، زیرا آنان به سبب معصیتشان محروم گشتند. و فرمود به جبت و طاغوت ایمان می آرند، یعنی این دو را تصدیق و اعتراف می کنند، آن دو را انکار نمی کنند. از فایده های آیت یکم این است که یکم عجیب است که انسان نصیبی از کتاب داده شود سپس به جبت و طاغوت ایمان بیارد. دوم، عالم از معصیت معصوم یعنی پاک نیست. سوم، انکار جبت و طاغوت واجب می باشد پس اعتراف کردن به جبت و طاغوت جایز نمی باشد. چهارم، بعضی این امت به جبت و طاغوت ایمان می آورند همان گونه که در بنی اسرائیل وجود داشت. فرمود که بگو آیا شما را خبر دهم، یعنی خطاب برای پیامبر صلی الله علیه و سلم از روی رد کردن بر یهود که دین اسلام را به مسخره و بازی گرفتند و سؤال برای بیان و تشویق است. از فایده های آیت دوم، یکم وادار به اعتراف کردن خصم و بر او حجت آوردن به چیزی که آن را انکار کرده نمی تواند. پس یهود می داند که در آنها قومی بود که الله بر آنان غضب کرد و آنان را لعنت کرد و بعضی آنان را میمون و خوب گردانید. هر با آن اعتراف کنند در حالی که آنان مسلمانان را مسخره میکنند
پس برایشان میگوییم و کسانی که عقوبت نازل شد شایسته تر به مسخره کردن هستند. دوم، اختلاف منزلت های مردم در پیش الله به زیادی ایمان و نقص آن و آن چیزی که بر آن ترتیب می‌یابد. سوم، حال بدی یهود از جهتی که به آنان عقوبت لعنت و مسخ و طاغوت پرستی نازل شد. چهارم، اثبات فعل های اختیار الله از جمله لعنت، غضب و قدرت و اینکه الله آن چی را خواهد میکند. پنجم، پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودند هر امتی که به صورت حیوان در آورده شد برای آنان نسل باقی نمیماند. پس میمون پیش از این وجود داشت. ششم، عقوبت ها از جنس عمل است. پس یهود کار کردن که ظاهر آن مباح است و حالا که آن حرام است. هفتم، طاغوت پرست گشتند و شک نیست که تا حال طاغوت را می پرستند. دلیل سیم و فرموده او و گفتند آنام که بر واقع احوال آنها اطلاع یافتند بر غار ایشان مسجد بنا کنیم. و فرمود که کسانی که قدرت به دست داشتند گفتند، یعنی این را حاکمان قسم خورنده و تأکید کننده گفتند. یکم این که در قصه یاران کف آیت هایست که به کمال قدرت الله دلالت میکند. دوم، از اسباب مسجد ساختن بر بالای قبرها در صاحبان قبرها غلوف کردن است. سوم، در قبرها غلوف کردن و اگرچه اندک باشد گاه به سوی بزرگتر از آن میرساند. دلیل چهارم، از ابو سعید رضی الله عنه روایت است که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند هر آینه شما مو به مو از سنت های امت های پیش پیروی خواهید کرد، حتی اگر آنان داخل سوراخی سوسمار شدند شما نیز داخل آن می شوید. صحابگان گفتند مقصد شما یهودی نصارا است. فرمودند پس مقصدم کیست؟ دلیل پنجم، مسلم از صحابگان رضی الله عنه روایت کرد که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند البته الله زمین را در پیش چشمانم هموار ساخت و من شرق و غرب آن را دیدم و تا جایی که من دیدم امتم حکومت خواهد کرد و به من دو خزینه سرخ و سفید داده شد و از پروردگارم خواستم که امتم را به وسیله خوشسالی فراگیر نابود نکند و دشمن بیگانه ای که نسلش را برچیند بر آنها مسلط نگرداند. پروردگارم به من گفت ای محمد، من وقت چیز حکم کردم برگشت ندارد. در مورد امتم وعده نمیدم که آنها را به وسیله خوشسالی فراگیر هلاک نکنم. همچنین بر آنها دشمن بیگانه به گونه مسلط نکنم که ریشه آنها را برکنده و اگر چند نیروهای کافر همه با هم از هر سو بر آنها حمله کنند مگر اینکه در جنگ های داخلی همدیگر را به قد برسانند و اسیر بگیرند. و در روایت برقانی زیاده بر آن چنین آمده است، من بر امتم از راهبران گمراه کننده می ترسم. و بعد از اینکه شمشیر در میان آنان به کار رفت دیگر تا قیامت برداشته نخواهد شد و قیامت برپا نمی شود تا که گروه از امتم مشرک نگردد و تا اینکه گروهی زیاده از امتم بت‌ها را نپرستند و در میان امتم 30 نفر دروغگو پیدا خواهد شد. هر کدام آنها دعوای پیامبری میکنند در حالی که من خط کننده پیامبرانم و پس از من پیامبر نخواهد آمد و گروه از امتم همیشه بر حق خواهند ماند و از جانب الله یاری داده می شود که خوار کردن بعضی از مخالفت بعضی به آنان آسیب نمی رساند تا اینکه امر الله تبارک و تعالی بیاید. در اینجا سنن به فتح حرف سین به معنای راه است و ضمه حرف سین به معنای طریقت است. حذف القزة بالقزة مو به مو، یعنی قزة همان پر است که در تیر میگذارند و در این کنایه از سخت مانند شدن است. یکم، بعضی این امت بت‌ها را می پرستند زیرا آن از روش های پیش از آنهایی که پیش از ما بودند و ما آنها را به زودی پیروی میکنیم.
دوم دانستنی آنچه که پیش از ما بودن بر آن عمل بودن که از آن حذر کردن واجب است، شایسته می باشد تا از آن حذر بکنیم. و بیشتری این در قرآن سنت وجود دارد، پس آنان را در معصیت الله پیروی نمی کنیم. سوم، بزرگ شماریدن صحابگان امر پیروی راه و رویش پیشینیان را بعد که برای ما هدایت آمد. چهارم، هر قدر که زمان در بین انسان و رسالت طولانی گردد پس از حق دورتر می شود. زوا یعنی جمع و ضم کردن. الاحمره و الابیزه یعنی طلا و نقره را، کنزهای کسرا و قیصر را. و من پروردگارم را برای امتم پرسیدم، یعنی پیامبر صلی الله علیه و سلم سه امر را پرسیدند، دو چیز داده شد و سومی من کرده شد. یکم، امت را به خشکسالی فراگیر هلاک نکند، پس بر همه امت قحطی و خشکسالی را مسلط نگرداند. دوم، کافران بر همه امت اسلامی غلبه نکنند. سوم، امت در بینشان جمع نکنند. از این پیامبر صلی الله علیه و سلم من کرده شد. فرمود پیشوایان گمراه کننده، یعنی ترسش را در پیشوایان گمراه کننده حصر کرد. یکم، خیر می باشد و از آنان پیشوایان قرار داریم که به فرمان ما مردم را هدایت می کردند، چون صبر کردند و به آیتهای ما یقین داشتند. دوم، و پیشوا در شر می باشد و آنها را پیشوایان قرار دادیم که به سوی آتش دعوت میکنند و روز قیامت یاری نخواهند شد. و فرمود در میان آنان شمشیر به کار رفت، برداشته نمی شود. و این از کشتن عثمان رضی الله عنه تا به امروز رخ داده است. و فرمود و حتی گروه از امت من بت‌ها را می پرستند، یعنی تا جماعت هایی که از امت من بت‌ها را می پرستند. و فرمود سی دروغو، یعنی این عدد از باب بسیاری یا از باب حصر است. اکنون مسئله های این موضوع: یکم، تفسیر سوره نساء. دوم، تفسیر سوره مائده. سوم، تفسیر سوره کهف. هر آینه بر بالای قبر آنان مسجد بنا میکنیم. وقتی امت های سابق اصنام و اوثان یعنی بت‌ها را پرستیدند، پس در این امت کسی است که اصنام و اوثان را می پرستد. چهارم، معنای ایمان به جبت و طاغوت در اینجا چیست؟ آیا از صمیم قلب آنها چنین اعتقاد داشتند یا برای موافقتی مشرکان چنین می کردند، در حالی که آنها را بد می دیدند و به باطل بودن آنان ایمان داشتند؟ پنجم، با وجود کفر کافران را می دانستند، می گفتند آنها از مؤمنان راه یافته ترند. ششم، آنچه مهم است اینکه در این امت نیز چنین عنوانهای به پیروی از یهود و نصارا پیدا می شوند، چنانکه در حدیث ابو سعید این مطلب بیان شده است. هفتم، آشکار ساختن رسول الله صلی الله علیه و سلم بر اینکه در این امت نیز بت پرستی واقع می شود. هشتم، در واقع تعجب آور است که کسانی از این امت با وجود اقرار به شهادتین و اعتراف به حق بدن محمد صلی الله علیه و سلم و قرآن دعوای پیامبری میکنند، مانند مختار که در آخر زمان صحابه چنین دعوا کرد و گروهی زیاد از او پیروی کردند. نهم، مژده به این که حق پره نابود نخواهد شد، آنگونه که قبلا نابود میشد، بلکه همیشه گروه بر آن خواهند ماند. دهم، نشانه حق بودن آنها این است که به وجود کمیشان ضرر نمی دهد آنها را کسی که آنها را مخالفت می نماید. یازدهم، این شرط تا قیامت می ماند. دوازدهم، معجزه هایی که در حدیث ثوبان بیان شد، از جمله دیدن مشرق و مغرب و اینکه امتش بر آنها حکومت می کند، چنانه که این واقع شد و مشرق و مغرب به جز شمال و جنوب و دست امت اسلام افتاد و خبر دستیابی به دو خزینه و همچنین قبول شدن دو دعا و قبول نشدن دعا و سوم و خبر دادن
پس به کارگیری شمشیر در میان مسلمانان و کشتن و اسیر کردن همدیگر و تمام نشدن این گونه جنگ های داخلی تا قیامت و احساس خطر از پیشوایان گمراه کن و خبر دادن از پیامبران دروغگین و باقی ماندن گروه یاری داده شده که همه آنها همان طوری که رسول الله صلی الله علیه و سلم خبر داده بودند واقع شد. سیزدهم ذکر ترس او صلی الله علیه و سلم بر امت از رهبران گمراه کننده. چهاردهم آگاهی دادن بر معنای بت پرستی. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.